درود یاران گران Welcome on board everyone در این درس میخواییم بپردازیم به تمام اختصارهایی که ضروری در انگلیسی و باهاشون سر و کار خواهید داشت و همی الان هم در گیرشون هستید باهاشون سر و کار دارید اینها رو در این درس به صورت کامل و جامع خدمت شما تقدیم میکنیم بی نهایت برای همراهیتون بپردازیم به تمام اختصارهای ضروری در انگلیسی اولی موردی که داریم ام که تبدیل میشه به پاستروفی ام مثل چی؟ مثل آی ام که تبدیل میشه به پاستروفی ام و به این صورت تلفظ میشه I'm مثل چی؟ یه مثال بده آقا چشم اینم مثال آی ام a student آی تبدیل میشه به I'm a student. همینطور که در فارسی هم این قاعده رو داریم تو حالت رسمی می نویسیم من یک دانشجو هستم اما در حالت آمیانه میگیم من دانشجو هم ببینید که تو فارسی هم همچین قاعده ای رو داریم چیز عجیب غریبی نیست نکته ای که باید توجه بکنید مخفف کردن هر عبارتی در انگلیسی رسمی به خصوص در نوشتار رسمی به هیچ وجه قابل قبول نیست و نباید این کار بکنید به خصوص در آزمون های رسمی مثل آزمون آیلز، تافل، پی تی ای یا آزمون دیگه در این آزمون ها به هیچ وجه شما نباید مخفف استفاده بکنید به خصوص تو نوشتارهای رسمیتون مثلا میخواید برای دانشگاه محل کارتون جای رسمی نامه بنویسید از مخفف ها نباید استفاده بکنید و باید به صورت کامل بنویسید همینطور که در فارسی وقتی میخوایم نامه رسمی بنویسیم به صورت آمیانه نمی و به صورت رسمی می نویسیم پس این قاعده چیز عجیب غریبی نیست تو فارسی هم دقیقا اون رو داریم ایز که تبدیل میشه به apostrophe اس مثل چی؟ مثل he ایز که میشه his she is که میشه she is, و it is که تبدیل میشه به it اولی مثال he is a good boy بچه تلفظ is رو هم دقت بکنید نمیگم is is بین ای e و ا میشه is he is a good boy او یک پسر خوب است تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به he is a good boy پس تلفظش هم دقت بکنید he's نمیگیم یا هز نمیگیم هز یک بالا و پایینی داره he is a good boy که دقیقا بر این که القا کنیم که he is a good boy به این صورت با تلفظش میکنیم. he is a good boy او پسر خوبیه او یک پسر خوب است در حالت رسمی تبدیل میشه به او پسر خوبیه تو فارسی هم داریم گفتیم خدمت شما یه مثال دیگه she is a good girl تبدیل میشه به she is a good girl she is, she, is, she is a good girl او دختر خوبیه یه مثال دیگه بفرمایید it is delicious it is delicious. delicious یعنی خوشمزه لذیذ به قول افغانهای عزیز مزدار it is delicious it is delicious تبدیل میشه به it's delicious it's it's delicious میخواید بگید که غذا خوشمزه است غذایی که میخورید نوش جونتون It's delicious It's delicious بریم مورد بعدی R تبدیل میشه به apostrophe R-E مثل چی؟ مثل You are که میشه You are We are We are و They are They are You are a student You are a student You are a student تبدیل میشه به you are a student we are here here یعنی اینجا we are here ما اینجا هستیم تبدیل میشه به we are, we are here we are here we are here ما اینجا ایم. ما اینجا هستیم تبدیل میشه به ما اینجا ایم. we are here مثال بعدی they th th برای تلفظ این تی اچ زبونت زیر نیش دندون بالا میگی ز ز زنبور میشه چی میشه th they are my family they are my family آنها خانواده ای من هستند تبدیل میشه به چی حالت مخففش و کوتاهش they are my family آنها خانواده ای من هستند they are my family تبدیل میشه به they are my family they are my family بریم بعدی Who is تبدیل میشه به who is. who is Who is it یا Who is that Who is it یا Who is that یعنی آن چه فردی است یا یه معنی دیگه آن کیست حالا مخففش چی میشه و کوتاه شدهش میشه Who is it یا Who is that مثلا داری با تلفن صحبت میکنی مامانت ازت میپرسه Who is it یا Who is that یا کسی که زنگ زد کی بود میتونید اونجا از Who is that استفاده بکنید برای اشاره به کمی گذشته یا حالتی که طرف دورتره مثال بعدی رو چک کنیم با هم Who is hungry Hungry یعنی گرسنه تبدیل میشه به Who is hungry کی گرسنه است بریم مثال بعدی Who is driving the car Drive میشه راندن Driving حالت ING و Is driving یعنی دارد میراند اینجا البته حالت سوالیه Who is driving the car مثلا میتونید بگید Father is driving the car حالت خبریش یعنی پدر داره رانندگی میکنه پدر داره ماشین رو میرونه حالا البته اینجا سوالی شده Who is driving the car چه کسی داره ماشین رو میرانه داره رانندگی میکنه حالت مخففش Who is driving the car Who is driving the car تبدیل شد به Who is driving the car کی داره رانندگی میکنه یا کی داره میرونه Who is تبدیل شد به Who is بریم مورد بعدی What is تبدیل میشه به What's بریم مثال What is up What is up یعنی چه خبر است تبدیل میشه به What's up What is up چه خبر است حالت آمیانش What's up پرکاربردترین عبارت در انگلیسی میشه گفت What's up؟ چه خبر؟ به عنوان سلام هم میتونید حتی استفاده بکنید What's up؟ چه خبر؟ پس What is up؟ تبدیل شد به What's up؟ مثال بعدی What is wrong؟ دابلیوش خونده نمیشه اشتباه یا مشکل چیست؟ تبدیل میشه به What's wrong؟ What's wrong؟ مشکل چیه؟ اشتباه چیه؟ کجای کار ایراد داره؟ What's wrong؟ What is wrong؟ تبدیل میشه به What's wrong مثال بعدی What is your plan بچه تلفظش رو دقت کنید دوتا تا حرف بی صدا بنابراین صدای A در اینجا اضافه نمی کنیم Plan What is your plan Plan یا برنامه تبدیل میشه به What's your plan What is تبدیل میشه به What's your plan برنامه چیه پس What is تبدیل میشه به What's مثل What's up? What's wrong? What's your plan? بری بعدی How is که تبدیل میشه به How is یا How's مثال ها رو چک کنیم با هم How is it going؟ یعنی آن چطور پیش میره؟ آن بر میگرده به چی؟ به چیزی که دارید در موردش صحبت میکنید یا در موردش میخواید خبر بگیرید تبدیل میشه به چی؟ How's it going؟ How's it going? How's it going? یعنی چطور میگذره برای احوالپرسی پرسی هم قابل استفاده است. How is it going? تبدیل میشه به How's it going? How's it going? آن چطور پیش میرود؟ تبدیل میشه به چطور میگذره؟ مثال بعدی How is the food? Food یعنی غذا. The food THE داره اشاره میکنه به اون غذای مشخص که دارید شما ازش سوال میپرسید یا در موردش دارید سوال میپرسید طرف داره غذا میخوره شما میگید غذا چطوره اون غذایی که میدونیم من و تو دارم در موردش صحبت میکنم How is the food تبدیل میشه به How is the food یا مخففتر How's the food غذا چطوره غذا چطور است تبدیل میشه به غذا چطوره بچه ها است در فارسی فارسی درست تبدیل میشه به ه کسره دقت داشته باشید شما هرگز نمیتونید بگید غذا چطور هست هست یعنی وجود داشتن یعنی exist یعنی there is بنابراین این است در گفتار آمیانه درست فارسی تبدیل میشه به ه کسره هر جا شما است دیدید میتونید به جاش ه کسر استفاده بکنید یا ا استفاده بکنید غذا چطوره هاوز د فود غذا چطوره پس استفاده از هست به جای است در فارسی کاملا اشتباهه اولین چیزی که یاد بگیریم فارسی رو درست کنیم انگلیسی هم پیش میبریم بریم بعدی How is this یا How از that این یا آن چطور است حالت مخففش هاوز this یعنی این چطوره هاوز that یا آن چطوره How's it going How's the food How's this یا هاوز that بریم بعدی Where is تبدیل میشه Where is یا Where's مثال Where is it یا Where is that آن کجاست حالا مثال مخففش Where is it Where is it? یا Where is that? Where is that? کجاست؟ مثلا دنبال چیزی داری میگردی؟ طرف میگه فلان چیزو برای من بیار شما میگید Where is it? کجاست؟ یا Where is that? کجاست؟ That برای اشاره به یکم دورتر استفاده میشه بریم مثال بعدی Where is the problem? بچه دو تا حرف بی صدا در ابتدا دوباره اومده P بی صداست و R هم بی صداست Problem Problem Where is the problem? THM برای اشاره به اون مشکل مشخص که بین گوینده و شنونده تعریف شده است. هر دو میدونن که مسئله که داره بهش اشاره میشه کدومه. حالت مخففش where's the problem. Where is the problem تبدیل میشه به where's the problem. Where's the problem? Where's the problem? مشکل کجا است؟ تبدیل میشه به مشکل کجاست؟ Where is the bank? Where is the bank? تبدیل میشه به Where's the bank? بانک کجاست؟ یک بار با هم مرور کنیم Where is it? یا Where's that? Where's the problem? Where's the bank? بریم بعدی When is تبدیل میشه به When is یا When's ببینیم که مثالات چی دارن When is it یا When is that When is it یا when is that آن چه موقع یا آن چه زمانی است حالت مخففش میشه When is it یا when is that When is it یا when is that چه موقع است کیه طرف میگه تولدمه حالا شما میگید When is it یا when is that When is the deadline Deadline یعنی آخرین مهلت. the deadline tie اشاره میکنه به اون deadline مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم when is the deadline مثالش when's the deadline آخرین مهلت چه موقع است کی بریم مثال بعدی when is your birthday when is your birthday مخففش when's your birthday when's your birthday تولد چه موقع است تولد شما کیه؟ Here is که در حالت کوتاهش میشه Here is مثال بزنیم Here is the kitchen کوتاه شدهش چی میشه؟ میشه Here is the kitchen Here is the kitchen مثلا رفتی خونه اجاره کنی یا خونه میخوای بخری میگه Here is the kitchen یعنی بفرمایید نگاه کنید داره چیزی رو ارائه میده معمولا وقتی که از here is استفاده میشه چیزی رو به شما معرفی میکنن چیزی رو به شما ارائه میدن مثال بعدی Here is your money. Money پول your money pool شما. Here is your money. یعنی بفرمایید پول شما. همینطور که گفتم خدمتون یعنی داره چیزی رو ارائه میده. کوتاه شدهش میشه Here is your money. Here is your money. میشه Here is your money. Here is. Here is. Here is. Here is your money. این پول شماست که مخفف شده میشه این پول توه یا این پول شماست. مثال بعدی Here is your key. کوتاه شدهش میشه Here is your key کلیدت اینجاست مثلا میپرسی کلیدم کجاست میگه کلیدت اینجاست یا کلید رو وقتی میخواد تحویل بده میگه Here is your key بریم بعدی There is که مخفف شدهش میشه There is There is مثال بزنیم There is a cat on the tree There is a cat on the tree کوتاه شده میشه. There is a cat on the tree. There is a cat on the tree. کوتاه شده میشه. There is a cat on the tree. مثال بعدی. There is some milk in the fridge. کوتاه شده. There's some milk in the fridge. There's 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 some milk in the fridge. مثال بعدی. there is a spider in the bath there is a spider in the bath متکتا شده اش there a spider in the bath has که میشه آپاسروفی اس مثل ایز یادتونه دیگه ایز رو که خدمتونو عرض کردیم پس has هم به همون صورت در واقع به صورت مخفف در میاد مثل he has که میشه he has she has میشه she has یا it has میشه it has حالا مثال he has a big dog کوتاه شدهش میشه he has a big dog بچه ها برای اینکه بین he is و he has یه مقدار فرق ایجاد بکنید برای اینکه که شمرده تر صحبت بکنید اصلا اشکالی نداره شما اون یه هی خیلی مخفف بهش بدید He has a big dog. هر چند شما اگه بگید he is a big dog طبیعتاً ممکنه معنیش عوض بشه. پس حواستون باشه یه ه خیلی کوچک به جای has بهش بدید. He has a big dog میشه he has a big dog. مثال بعدی she has worked hard. ممکن اینجای ها براتون به وجود بیاد she has worked hard یعنی چی؟ has worked حالت حال کامله یعنی یه کاری که انجام شده به اتمام رسیده She has worked فرمولش هم به این صورته فائل به علاوه has البته فائل در صورتی که سوم شخص باشه هز میاریم worked حالت سوم فعل work که میشه worked has worked یعنی کار کرده است She has worked او کار کرده است hard سخت مخففش چی میشه She has worked hard پس این کاربرد has بیشتر برای بیان حال کامله She has worked hard او سخت کار کرده مثال بعدی رو چک کنیم It has been a while It has been a while a while یعنی یه مدتی It has been دوباره ساختار حال کامله یعنی اون یه مدت شده مثلا من به شما میگم چه مدت معاجرت کردی؟ یا میگم چه مدت یادگیری انگلیسی رو شروع کردی؟ میگی It has been a while مخففش چی میشه؟ It has been a while

isn't 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 this isn't fair. this isn't fair. منصفانه نیست بریم مثال بعدی great is not it حالا مخففش great isn't it پس توجه داشته باشید اینجا دیگه تی وقتی که دو تا تی پشت سر هم قرار می گیرن it و تی در واقع به اینجا به هم می چسبن دیگه لازم نیست یکی از اینا رو بخونیم isn't it isn't it ببینید این تیه دیگه مخفی میشه البته شما میتونید بگید great isn't it ولی یه مقدار یه همچین توقف ایجاد میشه در صحبت کردنتون great isn't it عالیه این طور نیست بهش میگن tag برای تایید گرفتن از طرف استفاده میشه مثلا میگم it's a great day isn't it آیا این طور نیست یه مثال دیگه یاد بگیریم English is not difficult English is not difficult. البته با انگلیسی مثل آب خوردن به هیچ وجه سخت نیست انگلیسی و خیلی هم مثل آب خوردنه. کوتاه شده شو ببینیم. English is not difficult تبدیل میشه به English isn't difficult. English isn't difficult و قطعا هم همینطوره. با تمرین طبق روش میتونید به راحتی مسلط بشید. English isn't difficult. Do not تبدیل میشه به don't. مثالش رو چک کنیم Do not talk Do not talk تبدیل میشه به Don't talk مثال بعدی I do not care Care یعنی اهمیت دادن مخففش I don't care برا مهم نیست اهمیت نمیدم مثال بعدی Do not do that تبدیل میشه به Don't do that یا خیلی ساده تر میگیم نکن اون کار رو نکن don't do that. Did not. تبدیل میشه به didn't. Didn't. مثال داشته باشیم. I did not like it. I didn't like it. باید تبدیل بشه. I didn't like it. ازش خوشم نیومد. مورد بعدی. I did not do that. مخففش. I didn't do that. Didn't. Didn't. I didn't do that. مثال بعدی. We did not have much time we did not have much time کوتاه شده اش we didn't have much time we didn't have much time cannot تبدیل میشه به can't can't مثال i cannot say i cannot say یعنی من نمیتونم بگم یا اینکه اطلاعاتی ندارم یا اجازه ندارم تبدیل میشه به I can't say نمیتونم بگم مطمئن نیستم مثال بعدی I cannot hear you I cannot hear you زنگ زده صداشو نمیشنوی I cannot hear you تبدیل میشه به I can't hear you I can't hear you مثال بعدی They cannot speak English They cannot speak English میدونی چرا؟ چون طبق روش های درس های انگلیسی مثل آخوردن تمرین نکردن اگر شما تمرین کنید قطعاً به رشد معجزه آسایی خواهید رسید بریم ببینیم کوتاه شده چی میشه میشه they can't speak english they can't speak english are not تبدیل میشه به aren't aren't بریم مثالش are not you hungry hungry یعنی گرسنه are not you hungry یعنی آیا شما گرسنه نیستید aren't you hungry گرسنه نیست aren't you hungry مثال بعدی You are not a child anymore Anymore یعنی بیش از این You are not a child anymore تبلیل میشه به You aren't a child anymore You aren't a child anymore مثال بعدی Are not you happy Are not you happy آیا خوشحال نیستید Aren't you happy Aren't you happy امیدواریم که شما همواره خورسند و خوشحال و تندرست باشید have not تبدیل میشه به haven't haven't مثال داشته باشیم i have not decided yet i have not decided yet decide یعنی تصمیم گرفتن i haven't decided yet یعنی من هنوز تصمیم نگرفتم ساختار چیه ساختار حال کامله مخففش میشه i haven't decided yet I haven't decided yet. من هنوز تصمیم نگرفتم. احتمالا قصد ادامه تحصیل یا قصد کارهای دیگه هنوز تصمیمشو نگرفته. I haven't decided yet. مثال بعدی You have not any money. Any دو تا معنی میتونه داشته باشه به معنی هر و به معنی هیچ در اینجا به معنی هیچه چرا چون تابع این منفی است این نات است کوتاه شدهش You haven't any money You haven't any money. هیچ پولی نداری. You haven't any money. مثال بعدی. I have not seen him before. I haven't seen him before. I haven't seen him before. بریم بعدی. Does not تبدیل میشه به doesn't. مثال. He does not like it. He does not like it. تبدیل میشه به he doesn't like it. He doesn't like it. مثال بعدی It does not surprise me Surprise کوتاه شدهش It doesn't surprise me It doesn't surprise me مورد بعدی Could not تبدیل میشه به couldn't Couldn't Couldn't, couldn't. مثال I could not sleep I could not sleep Could در حقیقت گذاشته کنه I cannot sleep یعنی نمیتونم بخوابم I could not sleep یعنی نتونستم بخوابم در زمان گذشته مخففش میشه I couldn't sleep I couldn't sleep I couldn't sleep ببینید اسش رو ای بهش اضافه نمی کنم I couldn't sleep نتونستم بخوابم مثال بعدی We could not think We could not think تبدیل میشه به We couldn't think We couldn't think Was not تبدیل میشه به Wasn't Wasn't مثال It was not bad It was not bad تبدیل میشه به it wasn't bad it wasn't bad مثال بعدی there was not much traffic there was not much traffic تبدیل میشه به there wasn't much traffic there wasn't much traffic has not تبدیل میشه به hasn't hasn't مثال terra has not any money terra has not any money has not یعنی ندارد و میدونید که has برای سوم شخص استفاده میشه has not ندارد has دارد has not ندارد مخففش Tara hasn't any money Tara hasn't any money دقت کنید بچه وقتی که از ساختار منفی استفاده میکنید اینجا دیگه نمیتونید بگید no money Tara hasn't no money بهش میگن دابل negative این ساختار در انگلیسی وجود نداره اشتباه نکنید Tara hasn't any money تارا هیچ پولی نداره مثال بعدیش تام has not arrived yet این هم ساختار حال کامل البته در حالت منفی کوتاه شدهش میشه تام hasn't arrived yet had not میشه hadn't ترا had not any money. had گذشته has Tara hadn't any money. had not میشه hadn't, Tara hadn't any money. تارا هیچ پولی نداشت تفلک تام had not arrived then تام not arrived then. then یعنی آنگاه اون موقع اون موقع مثلا یه ساعت پیش تام اون موقع نرسیده بود تام had not arrived then کوتاه شدهش تام hadn't arrived then will not میشه won't will not میشه won't بچه ها میدونید که will برای بیان زمان آینده است will not میشه won't مثال آقا با مثال فقط یاد میگیریم چشم Tom will not care Tom will care یعنی تام اهمیت خواهد داد براش مهم خواهد بود اما اینجا حالت منفی شده پس will not تبدیل میشه به won't Tom won't care care اهمیت دادن Tom won't care تام براش اهمیت نخواهد داشت تام براش مهم نخواهد بود مثال بعدی It will not be far away Far away یعنی خیلی دور از طرف آدرس میپرسی میگه دور نخواهد بود اگه به مسیر ادامه بدی دور نخواهد بود It will not be far away مخففش در گفتار آمیانه It won't be far away It won't be far away دور نخواهد بود دور نیست به مسیرت ادامه بده موفقیت از شما دور نیست بچه ها با تلاش با قدرت بدون تسلیم شدن ادامه بدیم were not تبدیل میشه به weren't مثال we were not ready we were not ready دقت به دوبلیو ها هم دارید دیگه لبها حالت لوله هوا میاد بیرون we were not ready مخففش, we weren't ready. We weren't ready. Were not. Tabdil Shudbe weren't. We weren't ready. Misal they were not happy. They were not happy. Tabdil mishebe they weren't happy. They weren't happy. Would not. Tabdil mishebe wouldn't. Would not. Tabdil mishebe wouldn't. Would. Yani budan. Omumi manish. I would not do that I would not do that Tapdilmishebe <laughs> I wouldn't do that I wouldn't do that Miss <laughs> Alabadi he would not give us any money He would not give us any money Tabdil <laughs> Mishebe he wouldn't give us any money He wouldn't give us any money Screw <laughs> Carton یو که خیلی خصیس بود شب کریسمس و این حرفها فکر کنم یادتون باشه نه should not, میشه shouldn't. Should not, میشه میشه مثال یو should نات دو کوتاه شدش یو شنت نباید اون کارو بکنی مثال بعدی It should not be here It should not be here کوتاه شدهش It shouldn't be here کی میگه مامان میگه نه لوازم تو اینجا نباید بذاری It shouldn't be here It shouldn't be here Must not میشه mustn't Must not میشه mustn't مثال You must not do that You must not do that میشه You mustn't do that You mustn't do that. I must not forget my keys. I must not forget my keys, Michel. I mustn't forget my keys. I mustn't forget my keys. Would تبدیل میشه به apostrophe D؟ Aja بهترین حالتش اینه این همه حرف رو کرده به apostrophe. I would like to join you. I would like to join you. I would like یعنی من مایلم یه کاری رو انجام بدم. دوست دارم یه کاری رو انجام بدم. مخففش. دقت کنید بچه I'd, I'd, I'd like. I'd like. I'd like. I'd, I'd, I'd. I'd like to join you. مثال بعدی. I would like to have a drink. I would like to have a drink. رفتی خارج از کشور میخوایی نوشیدنی سفارش بدی. البته نه از اونا. سعی کن مغزتو در بیاری با تایت بشوری منظورم از اون I would like to have a drink I'd like to have a drink I'd like to have a drink خب حالت های دیگه هم برای would like وجود داره غیر از اینه حالا خیلی زیاد بود دیگه با مثالاشو کوتاه کردیم که این ویدیو زیاد طولانی نشه مثل I would که میشه I پسروفی You would میشه you'd He would که میشه he would she would میشه she would it would میشه it would we would میشه we would they would میشه they would پس اینها رو هم در نظر داشته باشید will میشه apostrophe دو تا ال چه موردی چه مثالی I will join you soon I will join you soon I will یعنی من خواهم join پیوست به شما به زودی soon به زودی مخففش I'll 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 join you soon I'll join you soon You will play tennis tomorrow you will play tennis tomorrow تو خواهی بازی کرد تنیس فردا مخففش You'll play tennis tomorrow You'll play tennis tomorrow. You will play tennis tomorrow. You'll play tennis tomorrow. موارد دیگه ای هم داریم با will. I will میشه I'll. You will میشه you will. He will میشه he will. She will میشه she will. It will It'll We will we will. They will they'll. پس اینا رو هم در نظر داشته باشید. have میشه پاستروفی وی -E. مثل چی مثل آی هاف میشه آیو یو هاف یو وی هاف ویو دی هاف دیو چه مثالی داریم آی هاف ا کار تبدیل میشه به آی و کار مثال بعدی یو هاف می تو منو داری تبدیل میشه به یو می البته بهتر وقتی که تاکید روی داشتنه به صورت کامل بیارید حالا به حال یه مثاله. یوو me. تو منو داری. ولی اینجا در حقیقت چون شما تاکید رو داشتنه و داری تاکید میکنی که تو منو داری. تو انگلیسی مثل خوردن رو داری برای یادگیری انگلیسی. بهتره به صورت کامل بگید. You have me. تو منو داری که پشتیبانت باشم. مثال بعدی. We have a lot of time. We have a lot of time. همه ی ما در زندگی روزمرهمون کلی زمان داریم ای کاش به شکلی باشه که بتونیم به بهترین شکل از زمانمون و عمرمون استفاده کنیم کوتاه شدهش میشه we have a lot of time we have a lot of time we have a lot of time مثال بعدی they have their troubles کوتاهش میشه they have their troubles خدا قوت دوستان به انتهای این درس در خصوص مهمترین و اساسی ترین اختصارها در انگلیسی رسیدیم همطور که دارید مشاهده میفرمایید صدها درس آموزشی در کالج یوتیوبی انگلیسی مثل آب یا کانال انگلیسی مثل آب در یوتیوب قابل استفاده و قابل دسترس برای شما عزیزان امیدواریم که با برنامه ریزی درست و اساسی و اصولی طبق روش هایی که بیان کردیم از درسها استفاده بکنید و به رشد بسیار عالی در مسیر زندگیتون برسید بتونید به انسان ها هم خدمت کنید آرزوی تندرستی خورسندی و شادکامی برای شما و خانواده محترمتون داریم در هر کجای این کره خاکی که هستید